توصیه دکتر محمد اشرف غنی به حبیبت دانش. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نمایید. مجرم را در اتاقهای وزارت ها دیدن توهین به ملت است، به ویژه اگر فرزند عضو پارلمان باشد. مادر و پدرش باید مسئول باشد که اولادش چکچور، دزد و مهاجم نیست. کسی که چنین اولاد تربیه می کند از ملت معذرت بخواهد. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش اعلام کرد که از 25 ماه میزان سال گذشته تا 23 سرطان سال جاری، 17 حمله انتحاری، انفجار ماین، کشتار هدفمند، تیراندازی افراد ناشناس و گروه طالبان بر مسجدها در امسال ملا امامان و نمازگزاران صورت گرفته است که در نتیجه آن 170 نفر کشته شدند. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر روز شنبه 28 سرطان نشر شد. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این حملات 272 تن زخم برداشتند. در میان قربانیان 14 کودک و 5 ملا امام شاملند. همچنان 22 کودک دیگر در این حملات زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گاه شمار این حملات را با رقم تلفات آن به ترتیب نشر کرده است. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که در 25 میزان سال 1398 در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار در حمله انتحاری گروه داعش بر نمازگزاران به تعداد 64 غیر نظامی کشته و 34 تن به شمول 5 کودک زخمی شدند. همچنان در حمله گروه داعش در ششم ماه حمل سال جاری بر درمسال سیک ها در شور بازار کابل به تعداد 25 نفر از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته و به تعداد 12 تن شامل 3 زن و 5 کودک زخمی شدند. در حمله تفنگداران ناشناس در مسجد در هنگام برپایی نماز جمعه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در 29 حمل صورت گرفته است، 3 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. تشکر از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.